درستون که تموم شد برگشتین ایران و چیکار کردین؟ استاد خانلری یک روز منو که رفته بودم دیدنشون منو بردن به توی بنیاد فرهنگ ایران میدیش از کار میکرد بغل دستش فرهنگستان ادب و هنر بود دست منو گرفتن و بردن به فرهنگستان هنر به شادروانان دکتر بهار و خانم دکتر صدیقیان و خانم مزداپور معرفی کردن گفتن این همکار جدید شماست گفتن که خب چی میخوایی؟ من گفتم کتاب خب اون زمان که من شروع کردم هیچ کتابی در زمینه خطای میخی در ایران موجود نبود ایشون دست منو باز گذاشتن و در مدت 3 سالی که من اونجا بودم تا تونستم کتاب خریدم و ایشون هم افتخار میکردن میگفتن ما خیلی خرجای میکنیم که دور رسیده میشه ولی کتاب چیزیه که باقی میمونه متاسفانه بعد از انقلاب به کتاب فروشی گفتن که دیگه مجله و کتاب و اینا برای ما نفرست ما دیگه به این چیزها احتیاج نداریم به این که وقفه افتاد مقالات جدید میاد کارهای جدید میاد ناآگاه میشیم ازش و شدیم هم. بعد از انقلاب دکتر خانلری کنار رفتن شادروان محجوب یاشونو گرفت شادروان محجوب که تشریف بردن یک فوق لیسانس عربی رو گذاشتن اونجا که بلافاصله منو مازاد بر احتیاج اعلام کی بود اون آدم؟ بهتره که اسم برده نشه ولی هر که بود من بعد از 4 سال دوندگی تونستم در دادگاه محکومش بکنم چون من حکم شورای انقلاب داشتم که به کارم ادامه بدم و ایشون حاضر به اطاعت از حکم شورای انقلاب نبودن و همین حساب تونستم محکومش بکنم خب ما برگشتیم سر کار؟ نه چرا؟ جایی که آدم مازاد بر احتیاج میشه دیگه روا نیستش که دوباره برگرده و همونجا کار بکنه به کارهای مختلف سرگرم بودم هر کاری که میشد دست دادم برای اینکه بالاخره باید زندگی رو چرخون یه مدت ماهی و اکاریومی پرورش دادم یه مدت ماهی تو از ماهی اکاریومی دریایی صید میکردم یه مدت پیتزا میفروختم یه مدت تو یه شرکتی کار میکردم بالاخره بایستی زندگی رو میچرخوندم بعد کی شما رو دعوت کرد به کار؟ اول یه فراموش کردم که اسمش چی بود که رئیس میراث فرهنگی بود مهندس بهشتی؟ نه بعدن مهندس بهشتی که جای ایشون رو گرفتن قبل از بهشتی صحبت های اولیه شده بود بعد جناب مهندس بهشتی و آقای گلشن که من شروع کردم به تالار کتیبه رو راه اندازی کردن و دیگه از اول سال 82 موزه رو رها کردم به خاطر میدونین تو ادارات ما باندبازی و دسیسه بازی زیاده بعد چیکار کردین؟ بعد در همین زمان دعوت شده بودم که از طرف وزارت ارشاد که یک کنگره ای را بندازم پیوندهای فرهنگی بین ایران و سرزمین های غرب خودشو یه سمینار برگزار بشه در ضمن به درخواست جناب آقای مهندس بهشتی و آقای دکتر طباطبایی تالار کتیبه‌های شوش رو اندازی کردم 5000 خورده قطع آجر سالم و ناسالم بزرگ و کوچک داریم که بازمانده از
دوره‌های مختلف از حدود 2150 تا پایان دوره تا داریوش بزرگ. قبلش می‌خواستین یه دانشکده را بندازین؟ دانشکده نه، من می‌خواستم این کرسیه بعد در دانشکده، دانشکده ادبیات اینا باز بشه که دپارتمنی بود برای زبان‌های غیر باستانی غیر ایرانی در دانشگاه تهران که متاسفانه با مخالفت دوستانی که در رشته زبان ایرانی کار میکردن روبرو شدن و دیگه باز نشد. ضرورتش چی بود؟ ضرورت این کرسی آموزشی؟ این خطی که ما، این خط و فارسی باستان و اکدی خطای میخی و اورارتویی، خطایی که ما به خط میخی در سرزمین ایران داریم، در جنوب غرب و شمال غرب ایران داریم، بایستی یک جایی باشه که اینا رو درس بدن که دانشجوها بتونن یاد بگیرن و بعد روش کار بکنن. ما کلی کتیبه از شوش به دست آوردیم، گل نوشته و اینا، که همه کارش محققین خارجی کردن، آلمانی یا بیشتر فرانسوی بعد آلمانی و اینا، و هر روز هم ممکنه پیدا بشه، ولی متاسفانه اگر اینجا باز نشه دستمون به دامن خارجی آباد دوباره دراز بشه. چیزی که الان شاگرد من که از آکسفورد دکتراشو گرفته دعوت شده که به چین بره و دست بده و ما در ایران نداریم. دانشگاه شهید بهشتی تلاش کرده بود که این زبون رو جز درس های چیزش بذاره که اونم متاسفانه مثل این که موفق نشدن، وگرنه خبر میدادن. ولی فعلا علی حساب یک کلاس هایی توی دارالمعارف بزرگ اسلامی و بخصوص توی فرنگستان هنر من گذاشتم که دانشجوها میان و یه چندونه خوب ازش اومده بیرون. تو اون زمانی هم که تو خونه بودم دانشجوان زیادی میومدن که یکیشون موفق شد که واقعا به جای بالا برسه و دکترای با درجه بسیار خوب از آکسفورد دکتراشو گرفت و این باعث افتخار منه. خبر دادن که 3 تا قطعه آجر نوشته هستش ایلامی در کتابخانه بهش میگن آستان احمدی و محمدی، یعنی همون کتابخانه شاه چراغ، که من رفتم و این 3 تا قطعه رو نسخه برداری کردم. کسانی که اونجا بودن میپرسیدم که این از کجا اومده، بعضیا میگفتن وقتی صحن حرم رو داشتن بازسازی میکردن پیدا شده، یکی دیگه گفتش که این یه نفر هدیه داد به ما، که من فکر کنم این درستر باشه برای اینکه بعدن که با آجا نوشته های ملیان روبرو شدم دیدم که درست کپی اونا هستش و میتونم بایست این سقطه هم از آجا نوشته هایی باشه که در ملیان فارسی و انشان باستانی پیدا شده. یه روز یک کسی که مسئول پایگاه بیستون بود اومد و گفتش که یه تعریف پروپوزالی بنویس، تعریف بنویس که یک بار دیگه کتیبه بیستون بازبینی بشه و نسخه برداری بشه و خونده بشه. ما یه نسخه به اصطلاح پروپوزالی تهیه کردیم. من صحبت کردم با دانشگاه تهران، چون یه بخشیش میبایست توسط استادان دانشگاه تهران انجام میشه، بخش فارسی باستانش که در اختیار من نبود، در توان من و دانش من نبود که کار بکنم. قراردادی با دانشگاه تهران بسته شد برای انجام این کار. قرار شد که عکسای فوتوگرامتری در اختیار ما بذارن، دست نویسش گذاشتن ولی عکسا رو نذاشتن، چون کسانی که دست نویس رو تهیه کرده بودن عکسای فوتوگرامتری با خط آشنایی نداشتن و ایرادای کمابیش داشت اون چیزار. خب ما کار خودمون رو شروع کردیم، اونا دیگه خبری ازشون نشد تا یه دفعه یه مقدار اندکی پول ریختن به حساب که یه مقدارش رفت دانشگاه تهران، یه مقدارش بعد
رفتیم گفتیم بابا شما عکسای لیزری هم گرفتین اینا رو در اختیار ما بذارین. گفتن اون قرارداد مال سابق بوده، ولش کنین، یه قرارداد جدید در عرض یه ماه دو ماه آینده با شما میبندیم و عکسای فوتوگرامتری رو هم در اختیارتون میذاریم. این کی؟ یعنی همین مال بیستون کار رو؟ مال بیستون. والا هرچقدر ما منتظر شدیم خبری نشد. بعد شنیدم با یه تاریخ‌دان هلندی که اومده بوده و رفته بوده بیستون دیده بوده و گفته که من میتونم بخونم، با وجود اینکه تاریخ‌دان بود و نه زباندان، قرار با اون ایشون قرار داد بستن که دیگه من خبر ندارم که ایشون چی کار کرده و دیگه من اون کارهای خودم رو برای خودم نگه داشتم. کسی یه آجری آورد، معلم دبیرستان بود، تیکه تیکه کرده بودن آجره رو، گفت به خاطر اینکه فکر میکردن وسط آجر ممکنه طلایی نقره چیزی باشه، آورد و به من داد، گفتش که اینو ما پیدا کردیم، بعد شکستن، بعد دیدن طلایی اینا نیستش، با گچ چسبونده بودن آوردن برای من، منم خوندم و اینو چاپ کردم در مجله فرهنگ. این چی بود؟ چی نوشته بود؟ ببینید این آجرایی که ما داریم بله. از دوره‌های قدیم برای ساخت پرستشگاه به کار رفته، برای ساخت خونه هاشون نیست. و اونایی هم که نوشته دارن اینی که فلان پادشاه میگه که این معبد مثلا قبل از من ساخته نشده بود، یا فلانی ساخته که ساخته شده بود یا اسم نبره ساخته شده بود ولی رو به تخریب میرفت، من اومدم مثلا با آجر، اگر با خشت بوده با آجر پختمش، یا آجرهای تزئینی درش به کار بردم، اگر آجرهای مینایی یا لعابدار به اصطلاح اونجا باشه مثلا من با اینا تزئینش کردم، با روکش و فلان تزئینش کردم، هرچی از مربوط به ساخت پرست یا نوسازی پرستشگاهه و درخواست طول عمر برای خودش یا خاندانش یا برای پادشاهیش. این مربوط چه سالی میشه؟ اینی که من کار کردم اگه مال شیلکن شوشین، شیلکن شوشینک برمیگرده به حدود 1150 تا 1120 قبل از میلاد. اسم یک خدایی درش اومده بود که بعداً اسم این خدا رو ما بارها و بارها در آجر نوشته هایی که در طول کارگر نزدیک بوشهر پیدا شده بود تو اونجا پیدا کردیم و اون آجر نوشته احتمالاً از طول کارگر شوشتر اومده بود. یه سنگ نوشته هم بود که یه روز 20 تا قطع عکس برا من رسید، سر همش که کردیم یک کتیبه بود از باز از شیلکن شوشینک که میگفتن از کسی که عکس رو فرستاده بود نوشته بود این از یک سنگ نوشته ای که در سلغون شهر کرد پیدا شده. بعدا یکی دیگه مدعی شد که این مال یه جای دیگه هستش و از جهت من به عنوان یک کار شیلکن شوشینک مربوط به سلغون شهر کرد اون رو چاپش کردم، ولی متاسفانه به صورت بسیار بدی هم چاپ شده که نه دست نویس من که حاصل سرهم کردن این 20 تا عکس چاپ کردن و نه متن درست چاپ کردن. پرستشگاه خدای این شوشینک بیشتر هستش در شوش ساختن اینو که پدر هستش و فاتح بین النهرین در دو حمله که در 1160 و 1157 به بین النهرین کرد و کسی بود که اون قانون ستون قانون حمورابی و تعداد زیادی غنیمت دیگر از بین النهرین میاره به شوش. مال کار این پادشاه هستش که تا حدود 1100 میدونیم فرمان روایی میکردن. بعد از این دو تا پسرش به پادشاهی میرسه و این مال نوش
به یکی از پسراشه که یکی از بزرگترین شاهان ایلام به اسم شیلکین شیشینه که من خواستم نمونه نوشتن رو یا افقی یا عمودی یا روی جرز مثلا یک آجوی چیزی به شما نشون بدم. خب حالا برگردیم به خودتون، زندگی خودتون، با همسرتون کجا آشنا شدین؟ همسرم یه سال من دعوت شدم توسط مؤسسه آسیایی که یه تابستون البته که در دانشگاه پهلوی اون زمان شیراز و مؤسسه آسیایی درس بدم. یه تعداد زیادی شاگرد بود و حالا به طنز یه دفعه توی سخنرانی تو شیراز گفتم که یه دختر خانم شیرازی یه توری پهن کرد و مرا تور انداخت که انقدر کشید که من از امریکا تو این جمع کرد تا رسیدم به ایران و با هم ازدواج کردیم. واقعا اگر ایشون نبودن زندگی من سالها بود که مختل شده بود و من هر چی دارم به یاری همسرمه و خدا عمرش بده، امیدوارم سلامت باشه و هیچ وقت محبتش نسبت به من و بچه هم کم نشه که کم هم نمیشه. سه تا بچه دارم، یکیشون دکترای سخت افزار گرفته از امریکا ولی متاسفانه بیماره و الان نمیتونه کار بکنه. پسر دومم فوق لیسانس برق، دخترم هم متخصص رادیولوژیه که الان در ایران شهر داره کار میکنه در بلوچستان. آها اونجا داره کار دورش تموم کرده، حالا همونجا مونده که تو بیمارستان اونجا داره کار میکنه. اولیش که به اسم آرش کمانگیر آرش گذاشتم، دومی به اسم بزرگترین سپهسالار تاریخ ایران سورنا و سومی دخترم توی فکر بودیم که چیستا بذاریم یا سریدا بذاریم. چیستا یعنی دانش، اسم دختر چهارم زرتشتم هستش. سریدا یعنی زیبا، صفت اردوی سورناهیتا اومده و جمع به صورت مذکر برای یه جمع اومده. اینکه پسرمون گفت چیستا سریدا بذاریم، پسر اولمون، ما هم گذاشتیم چیستا سریدا یعنی دانش زیبا. در سال 94 هم یک جایزه سرو ایرانی به شما دادن، این چی بوده جایزه؟ کلی از دوستان هر سال یک جایزه گذاشتن برای کسی که پژوهشگری که در زمینه ایران شناسی و شناخت بهتر فرهنگ ایران کار میکنه. یک اولینش هم قاره به اسم من افتاد و این جایزه رو به ما دادن. یه چیز نه دولتیه نه هیچی، توسط یه دز دوستانی که خودشون علاقمند هستن به باستان شناسی یا زبانه باستانی اینا برپا شده این به اسم سرو ایرانی. این مجموعه آثاری که خوندین کدومش بیشتر تأثیر به لحاظ روحی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت؟ یه آیه، یه گات از سرودهای گات‌های زرتشت و یک وصیت‌نامه. میشه بگین چی؟ مال سرودهای زرتشت، حالا یادم نیست از کدوم قسمت گات‌هاست. روز اولی که رفته بودم کتابخونه ملی و این کتاب گاتای پور داوود دستم اومده و نسخه برداری کردم و این چیزها، این بود که ای راستی کی به تو خواهم رسید، کی مانند دانایی از دیدن منش پاک خوشنود خواهم شد و از نگریستن بارگاه اهورا. این که دنبال راستیه همیشه روی زندگی من تاثیر گذاشته و راه من بوده برای زندگیم.